بسم الله الرحمن الرحیم. إلا الذين تابوا وأصلحوا إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا صدنيات فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. خب من تصویر رو بستم صدا بیاد. الان وصلید؟ باز میترسم تصویر رو بکنم دوباره ضعیف بشه. بذارین با همون صوت میره. آیه 160 تتمه آیه قبل است. یعنی در آیه قبل فرمود که بله ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى، اونایی که کتمان میکنند آنچه که ذات حق اون رو نازل کرده است و برای مردم بیان کرده است در کتاب آسمانی، کتمان کنندگان اولئک یلعنهم الله و یلعنهم اللاعنون، اینا مورد لعن الهی هستند و مورد لعن لعن کنندگان هستند. حالا یه استثناء میزند، میفرماید که الا الذین تابوا. پس این آیه استثناء است از آیه قبلی، از اون کسانی استثناء میکند، از اون کسانی که استحقاق لعن دارند. اینایی که استحقاق لعن دارند که یلعنهم الله و یلعنهم اللاعنون، استثناء میشد ازشون. کسی که تاب و اصلح و بین، لذا اینا رو استثناء کرده. آیه رو مرور میکنم. میفرماید که الا، پس الا ادات استثناء میخورد به الذين يكتمون ما انزلنا که يلعنهم الله و يلعنهم اللاعنون. کیا از لعن الهی از این گروه نجات پیدا میکنند؟ الا الذين تابوا. الا ادات استثناء، الذين مستثنى به الا، الا الذين تابوا. تابو یعنی پشیمان شدن. از چی؟ از عمل کردشون که کتمان است. و رجعو، و از کتمان برگشتند، بازگشتند از کتمان ما انزل الله. پس اول توبه کردند، پشیمان شدند، تائب شدند، از کتمان ما انزل الله بازگشتند. خب صرف پشیمانی و توبه و استغفار کفایت است؟ میگد و اصله. بعد اینکه توبه کردند میبایست اصلاح کنند. خیلی خوب، و اصله و اصلاح کردند. چرا اصلاح کردند؟ کتمانشون رو اصلاح کردند. اصلاح کتمان چیست؟ اظهار ما انزل الله هست.
یعنی آنچه را که خدا نازل کرده است اون را اظهار کنند. پس ان الذين تابوا و اصلحوا و اصلاح کردند و بیانو، بیانی رو می توانید عطف تفسیر بگیرید بر اصلحوا، اصلاح کردند و تفسیر اصلاح در ما نحن فی که کتمان است می شود تبیین، یعنی همون چیزی را که کتمان کرده بودند از ناحیه مردم مخفی کرده بودند، حالا اون چیزی را که مخفی کردن میان بیان میکنن، تبیین میکنن، برا مردم میگن، روشن میکنن. توجه فرمودید؟ خب بعد این که این سه تا کار را اینا انجام دادند میشن مستثنای از یلعنهم الله و یلعنهم اللائنون. پس ببینید سه تا مطلب شد: توبه، لکن توبه اینا فقط به زبان نیست، توبه اینا غیر توبه عرق خوره هست و غیر توبه بفرمایید که خدای نکرده آلوده به گناه جنسی است. او توبش یه استغفار، این توبه نه، به استغفار تمام نمیشد. و اصله باید آنچه که تخریب کرده است، آنچه که کتمان کرده و به واسطه کتمان او مفاسدی مترتب شده است، الان باید اظهار بکند که اون مفاسدی که به واسطه کتمان عارض شده است با اظهار حق و حقیقت و اظهار بینات و الهدا، با اظهار اینا اون مفاسد برطرف بشود. پس مطلب دوم، اصلاح باید بکند اون کتمان خودش را، و مطلب سوم، قشنگ باید تبیین کند یا ایها الناس، ما به خاطر مصالح خودمون این جهات رو پنهان کردیم، مخفی کردیم، الان از کرده خیش پشیمانی و بنابراین الان اعلام و اظهار می کنیم. توجه فرمودید؟ خب الا الذین تابوا و اصلحوا و بینوا. خب این مستثنا چه میشد؟ و اولائکه اسم اشاره مبتدا میخورد به کی؟ میخورد به مستثنا. این مستثنا، این الذین تابوا و اصلحوا و بینوا، اینا و اولائکه اتوب علیه. ذات حق میفرماید من خدا خودم اتوب علیهم، بر اینان توبه می کنم. خیلی خوب، حالا توبه الهی رو به شما میگم که مقصود از توبه الهی چیست. خدا می فرماید اتوب علیهم، من ذات حق بر اینا توبه می کنم و انا التواب الرحیم، و من ذات حق خودش را خدا وصف می کند، خبر می دهد که انا، من با اسم ظاهر، خب جمله اسمیه با اسم ظاهر دال بر چیست؟ دال بر تأکیده. و انا التواب الرحیم، پس من بر اینا توبه می کنم. این یکی، فاولائک اتوب علیهم و انا التواب الرحیم. تواب صیغه مبالغه. خیلی خوب، رحیمم که صفت مشبهه هست. خب چه میخواد بگن تو این جمله اخیر که فاولائک اتوب علیهم؟ ببینید توبه خدا
اینو فی ما سبق تو بحث آیه گذشته شاید گفتیم تو آیات توبه. توبه خدا محفوف است به توبه عبد قبل از توبه عبد، و بعد از توبه عبد ذات حق بر عبد توبه می کند. قبل از توبه گناهکار ذات حق بر عبد توبه می کند، بر می گردد به سمت عبد معصیت کار. این برگشت الهی که خدا اولا باز می گردد به سمت عبد گناهکار و با نظر رحمت به عبد گریز پای خودش نگاه می کند، این سبب می شود که عبد متنبه بشود و توبه کند. پس این توبه اول الهی. ثم توبه دوم الهی بعد از توبه عبد است، یعنی خدا به نظر رحمتش به عبد خودش نظر می کند، عبد موفق به توبه می شود. ثم بعد اینکه عبد موفق به توبه شد، ذات حق توبه عبد را می پذیرد. پس کل توبت محفوفتون به توبتین من الله. هر توبه ای که گناهکاری می کند قبل اون توبه و بعد اون توبه، خدا بر او توبه کرده است. لذا می فرماید و فاولائک اتوب علیهم، اینا اونایی هستن که من بر اونها توبه می کنم، یعنی با نظر رحمتم به اونها نگاه می کنم. و انا التواب، و من بسیار توبه پذیرم. چرا؟ چقدر مردم توبه می کنن؟ در کل آن آلاف، بلکه ملایین ممکن است توبه کنن. در مثل فردا شب که شب قدر است، میلیون ها انسان دست به درگاه الهی بلند می کنند و از کرده خیش با ندامت و پشیمانی به درگاه الهی بر می گردند و توبه می کنند. قبل تمام این توبه ها باید ذات حق به نظر رحمت به عبدش نگاه بکند تا عبد موفق به توبه بشود. ثم بعد توبه عبد، خدا او توبه را قبول می کند. پس کل توبت من العبد محفوفتون قبلها و بعدها به توبتین من الله. و لذا می فرماید انا التواب، من بسیار توبه کننده هستم. نه بسیار توبه پذیرم، من خدا بسیار توبه کننده هستم. توجه فرمودید که توبه خدا را چه جوری معنا کردم. توبه خدا غیر توبه من و شماست. من و شما یه گناهکار، توبمون این است که از گناه توبه می کنیم. توبه خدا بر عبد این است که با نظر رحمتش ذات حق به عبد نگاه می کند. ثم به واسطه این نظر رحمت الهی بر عبد، عبد توفیق توبه پیدا می کند. بعد از اینکه عبد توبه کرد، خدا توبه این عبد گناهکار رو میپذیرد. پس بنابراین هر توبه دو توبه الهی قبل و بعدش قرار دارد. لذا این همه که انسانها توبه میکنند، ذات حق دو برابر اونها توبه میکند. و لذا میفرماید انا التواب. پس صیغه مبالغه هست، خدا توبه میکند و رحیم، خدا رحیم است، رحمتش موجب می شود که توبه بندگانش رو بپذیرد و
بلکه قبل از پذیرش توبه اونها رو موفق به توبه بکند و در نتیجه رحمتش دلالت می کند بر اسقاط عذاب. که خدایی که رحیم است، رحیم دیگه بندگان خودش را خدای مهربان عذاب نخواهد کرد. این اجمال آیه شریفه خدمت شما خوندم. عمدن این آیه را به تأخیر انداختم امشب بحث کنم که نزدیک به شب قدر باشد. یکی دو تا روایت برای شما در باب توبه بخوانم که برای خودم و برای شما انشاءالله امشب که شب قدر است و بله شب 21 هم که دیگه ما با هم نیستیم، میرد تا صبح شنبه درسمون، بله ما متوجه باشیم و دیگران رو هم متنبه بکنیم بر این که این لحظات که شبهای قدر است، بزرگترین اعمال من و شما توبه از گناه است و استغفار است و به در خدا خانه خدا رفتن است که هم خودمون بریم هم دیگران رو ببریم و همه با هم به درگاه الهی توبه کنیم. حدیثی که بله برای شما بخوام بخونم، حالا روایت می شود که کافی شریف جلد دوم صفحه 435 چاپ مرحوم قفاری، حدیث هشتم. حدیث هشتم باب توبه هست. کلینی عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن عمر ابن عزینه عن ابی عبیدت الحزا. سند روایت بلا اشکال صحیح است. قال سمعت ابا جعفر علیه السلام یقول، می فرمایند از امام باقر شنیدم که حضرت فرمودند ان الله تعالی اشد فرحا بتوبت عبده من رجل ازل راحلته و زاده فی لیلت ظلماء. خدا از توبه عبدش بسیار خوشحال تر است، مثال میزنه، از مردی که راحله و زادش یعنی وسیله نقلیه اسب و حیوانش و توشه خودش را در بیابانی در شب تاریکی گم کرده است. ثم اینهایی که گم کرده است فوجدها مییابد. اسبشو، وسیله نقلیهشو، زاد و راحلش رو، توشش رو گم کرده تو شب تاریک وسط بیابان، حالا چه خاکی در سرم کنم؟ فوجدها، یه دفعه پیدا میکند اینا رو، چقدر خوشحال میشد. میفرمایند که بفرمایید خدا از توبه عبد بیش از این شخص خوشحال میشود. خدا از توبه این از بند توبه عبد گناهکار بیش از چنین شخصی خوشحال میشود. فالله اشد فرحا به توبت عبده من ذلک الرجل به راحلته حین وجدها. ذات حق بسیار اشد فرحا است، شادی و خوشحالی ذات حق از توبه عبدش، از این مردی که تو شب تاریک وسیله نقلیه و زاد و توشش رو پیدا کند، خدا بیشتر خوشحال میشه.
پس ببینید عبد توبه می کند، حق شادمان می گردد. دقت کردید؟ خب این یه روایت که اگر شما موجب شادی خدا را فراهم کنید، ببینید اشد و فرهم تعبیر به فرح می کند. روایت دیگه خدمت شما بخونم. بله، همون جلد دو صفحه 440 حدیث اول، باب فی ما آت الله عز و جل آدم وقت توبه. علی ابن ابراهیم ان ابیه ان ابن ابی عمیر ان جمیل ابن دراج ان بکیر. این روایت هم در باب توبه روایت قشنگی، سندش هم معتبر است. بکیر ابن اعین راوی اخیر است، که بکیر ابن اعین هم معتبر است. رجال قبل هم که همه ثقات هم، بنابراین روایت میشد معتبره. ان ابی عبدالله او ان ابی جعفر، میگد که بکیر از امام صادق یا از امام باقر، فرق نداره، هر دو حجت خدا هست. قال ان آدم قال یا رب سلطت علی الشیطان. اعتراض حضرت آدم است، آدم ابوالبشر به ذات حق یک اعتراض دارد، میگه پروردگارا مسلط کرده ای بر من و بر فرزندان من. آدم پدر من و شما یه چونه هایی برای من و شما زده است، یکیش اینه. میگه خدایا شیطان رو بر من مسلط کرده ای، مرا از بهشت چه کرد، از اون جنتی که درش بودم به اغوای شیطان رانده شدم. و اجریته منی مجرى الدم، شیطان نسبتش با من مثل خونه، یعنی در درون من میتواند نفوذ کند. فاجعل لی شیئا، خدایا پس یه چیزی هم برای من قرار بده. نمیشد که من در مقابل شیطان هیچ سلاحی نداشته باشم، هیچ سپری نداشته باشم، یک چیزی هم برای من قرار بده تا بتوانم به مقابله با شیطان برم. فقال یا آدم جعلت لک ان من هم من ذریتک بسیئت لم تکتب علی. میگه جناب آدم خیلی خوب، برای تو قرار دادم که هر کس از نسل تو قصد گناهی رو بکند برش گناه نمشته نمی شود. فَإِنْ عَمِلَهَا كُتِبَتْ عَلَيْهِ سَيِّئَةٌ، مادامی که قصد به منصه بروز و ظهور نرسیده است گناهی نمشته نمی شود. آنگاه که معصیت را سیئه را انجام داد، برای او یک گناه یک سجده نوشته میشه. و من هم منهم به حسنتن فإن لم يعملها كتبت له حسنه. کسی که قصد کرد کار خیر و نیکی رو انجام بدهد، ولو این که همین که نیت کار خیر را کرد، ولو این که عمل نکند این کار خیر را، کتبت له حسنه، خدا ثوابشو برش می نویسد. یعنی شما نیت کردی فردا شب، شب 19 هم بری در خانه خدا و شب را به عبادت حق احیا بداری، بعد یه اتفاقی برات پیش آمد نشد، همین که نیت کردی خدا ثوابشو برات می نویسد. فَإِنْ هُوَ عَمِلَهَا كُتِبَتْ لَهُ عَشْرًا، اما اگر حسنه را مرتکب بشه و به انجام برساند، خدا 10 حسنه برش می نویسد، ثواب 10. گناه شد 1،
اگر انجام بدد، اگر هم انجام ندهد هیچی. حسن نیت که بکند پاش می نویسد. تازه اگر عمل بکند که ده مقابل پاش می نویسد. قال رب زدنی، حضرت آدم چونه زد، گفت خدایا چربش کن، اضافش کن. قال جعلت لک ان من عمل منهم سیئة ثم استغفر له غفرت له. گفت قرار دادم برای تو آدم، خدا ذات حق دارد به آدم ابوالبشر میفرماید که هر کدام از این فرزندان تو سیئه و کار زشت و گناهی را مرتکب بشوند، ثم استغفر له، بعد بابت این گناه از خدا استغفار کنند. غفرت له، به استغفارش من او را می آمرزم، می بخشم. غلطی کرد، فلانی خود. ثم گفت استغفر الله، خدا غفرت له، من خدا او را می بخشم. قال یا رب زدنی، می فرماید که آدم خدای کمی، چربش کن، اضافه کن. قال جعلت لهم التوبه، شاهد ما این است، می فرماید که بله بفرمایید که ذات حق فرمود خیلی خوب، برای فرزندان تو توبه را قرار دادم. یا این جمله رو گفت او قال بسطت لهم توبه، یا پهن کردم، باز کردم برای اینها در توبه را. در توبه بر فرزندان آدم باز است، حتی تبلغ نفس و هازهی، تا اون جایی که نفس برسد به هازهی. قال این هازهی رو ندارد اینجا تا کجا، ولی ظاهر امر این است که به بله به گلوی خودشون اشاره کردن، یعنی نفسش دارد از بدن خارج می شود تا رسید به گلو. خب به اینجام که رسیده هست نفس، اگر توبه کند خداوند توبه او رو میپذیرد. خیلی خوب، حتی تبلغ نفس و هازهی. خب بعد میفرماید آدم وقتی این رو دید و شنید، قال یا رب حسبی، گفت بسیار خوب، خدایا من حالا راضی شدم. توجه می‌فرمایید که خدا توبه من و شما را قبول می‌کند تا اونجا که جان انسان می‌خواد خارج بشد، توبه برای من و برای شما فایده دارد. پس بنابراین بله این توبه، روایات بابش هم زیاده، دوستان خودشون دیگه بقیه روایات همین باب رو که خوندم ملاحظه بفرمایند. من روایات توبه رو در جلد دوی موسوعه بله نوشتم، جلد دو صفحه 257 تا 284 تقریبا میشد 30 صفحه کمتر. روایات توبه رو با یه دسته بندی برادون نوشتم، سنداشم بله بفرمایید، گفتم چه سنداش کدوم معتبر است، خودشون آقایون دیگه مراجعه بفرمایند. عنوان توبه ما چند روایت دارد خدمتتون عرض میکنم، عنوان توبه 77 روایت نمیشته.
دیگه دوستان خودشون مراجعه بفرمایند. بحث توبه رو بخوام جمع کنیم اینجا که به درد فردا شب آینم بخورد اگر منبر احیایی دارند و منبر میرند. توبه چند تا خصوصیت دارد. یک، حقیقت توبه عبارت است از ندم. ندم یعنی پشیمان. به محض اینکه پشیمان شد میشه تائب. احتیاج به استغفرالله و احتیاج به صیغه توبه و این حرفا ندارد. تا عبد از کرده خیش پشیمان شد به درگاه الهی. پشیمان شد به درگاه الهی. همین که پشیمان شد به درگاه الهی، صرف این پشیمانی میشد توبه. خلاص. دو، وجوب توبه عقلیست و نه شرعی. و الا لتسلسل. خیلی خوب. وجوب توبه وجوب عقلیست، وجوب شرعی نیست. چرا؟ به خاطری که توبه باز شده است به عنوان باب رحمت. اگر وجوب شرعی باشد، هر کی یه گناه کرد و از اونور توبه نکرد، یه گناهش میشه دوتا گناه. این که باب رحمت نیست، که این باب عذاب میشه. پس وجوب توبه عقلیست و نه شرعی. و الا لتسلسل، یه گناه دوتا گناه نمیشه، آلاف گناه میشه. چون از اون گناه دومم که توبه نکرد دوباره گناه سوم میشد و هاکذا. این میشد وجوب توبه از باب رحمت خارج میشه، در حالی که وجوب توبه از باب رحمت است. پس وجوب توبه عقلیست و نشری. سوم، توبه عبد محفوف است به توبتین من الله، قبل توبه عبد و بعد توبه عبد، که اینو توضیحش دادم. چهارم، توبه انبیا و ائمه مثل من و شما توبه از گناه نیست. توبه تعلیمی برای غیرم نیست. اون بزرگواران میخواهند که با توبه حقیقی به درگاه حق از مدارج کمال که لایتناهیست همچنان صعود کنند و به مدارج بالاتری بروند. پس توبه اونام توبه حقیقیست، لیکن نه توبه از گناه باشد. توجه کردی؟ توبه است برای جلب رحمت الهی و طی کردن مدارج کمال با پیش زمینه کسب رحمت اله. حالا اینا بعضیش توضیحش میماند دیگه. پنجم، در توبه عزم بر عدم عود معتبر نیست. یعنی اینکه شما تصمیم بگیرید دیگه به این گناه بر نگردی، چنین چیزی شرط توبه نیست. حالا توبه میکند میگه خدایا فلان خوردم، خدایا ببخش. بعد از این که توبه کرد به درگاه الهی، بعدم دوباره یک ماه دیگه پاش لغزید، آلوده شد. توجه میفرمایید؟ او توبه قبلش قبول است، از این گناه جدید باید دوباره توبه کند. بله، اگر تصمیم بگیرد که هرگز عود به این گناه نکند و بر این تصمیمش هم باقی بماند، توبه او می شود توبه نصوح. و توبه نصوح آثاری دارد که انشالله سر جای خودش برای شما خواهیم گفت. اما حتی اگر موفق به توبه نصوح نشد، توبه‌ای که دیگه عود به گناه نکند، بازم مانعی نداره. اگر توبه شکست بازم توبه کند. بازا هر آنچه هستی بازا.
این درگه ما درگه نومیدی نیست. گر چی؟ گر بله هزاران بارم توبه، اگر هزاران بارم توبه شکستی بازا. توجه میکنید؟ پس در توبه همواره باز است. اگرچه توبه نصوح افضل توبه هاست و آثاری دارد که فی ما بعد انشاءالله. ششم، کسی که از گناه توبه می کند اما اصرار بر گناه دارد، این در واقع خودش را مسخره می کند. کل مستحضه. توجه فرمودی؟ گناه را می کند، توبه هم می کنه، دوباره فردا هم همون گناه رو می کنه. هنو آب توبه و غسل توبه خشک نشده دوباره آلوده می شود. خب این که انه داره مسخره می کنه. در جه می فرمود کسی که توبه می کند اما اصرار بر گناه دارد، فرمودن مثل کسیست که دارد مسخره می کند. هفتم، توبه از همه گناهان صحیح هست، چه صغیره باشد چه کبیره. یعنی هر نوع آلودگی قابل توبه هست، صغیرتن کانت اون معصیت او کبیره، مگر شرک بالله. شرک بالله العظیم، بله او توبه ندارد. اونم به یه معنا توبه دارد. توبه شرک چیه؟ بفرمایید. صدا من نمیاد. توحید. تمام. احسنت. توبه از شرک توحید است. توبه از کفر ایمان است. در جا فرمودید؟ منتها دیگه وقتی مشرک موحد میشد، موضوع شرک دیگه از بین رفته است. کافر مؤمن میشود، موضوع کفر عوض شده است. هشتم، بفرمایید که بعد توبه واجب است که تدارک مافات بکند. تدارک مافات اگر نماز است، روزه است، زکات، خمس، حج، اینا را قضا کنند، مباشرت در انجامش کنند. هر مقداری رو که نتوانست مباشرت کند وصیت کند که بعد از او انجام بدهند. نهم، اگر توبه نسبت به مظالم عباد است، خب پر واضح است که باید رد مظالم به صاحبانش بشه، باید حقوق و ناس به ناس برگردد. و الا اگر الف مره بگد الهی الاف نسبت به حقوق و ناس، اما بازم حق و ناس رو نمیدهد و نگرداشته، فایده ندارد. تائبی که نسبت به حق و ناس توبه میکند، توبه حق الناس این است که مال مردم رو به مردم بدهد. بیت المال رو اگر غلط کرده است و تصرف کرده است، بیت المال رو به بیت المال برگردوند. پس بنابراین توبه از مظالم عباد و حق الناس رد اونهاست به صاحبانش. دهم، توبه از عبد پذیرفته است تا اونجایی که نفس برسد به حلقوم. تو همین روایت هم داشت. خیلی خوب. لکن آنگاه که عبد مایوس می شود از حیاتش و مرگ را در مقابل خودش می بیند، این توبه برای او خاصیت دارد. اما این توبه فقط توبه می شود که عبد را در سبیل رحمت الهی قرار می دهد. ان شاء الله غفره و ان شاء عذبه.
لكن رحمت الله الواسع است و انه التواب الرحیم و انه الغفور الرحیم شاید به کارش بخوره. خیلی خوب، عمده این است که تو این آیه داشتیم، کسی که مرتکب چه می شود؟ کسی که مرتکب می شود بفرمایید چرا مرتکب می شود؟ یک کتمانی را، اخفاء حقی را، توبه این کتمان اظهار است. باید اظهار بکند حق را تا این توبه مورد پذیرش قرار بگیره. این مثل حق الناس. چجور کسی که حق الناس مرتکب شده باید برگردوند تا توبهش قبول بشه؟ این کتمان حق هم باید تبدیل به اظهار بشود تا توبه قبول بشود. توجه فرمودید؟ و الا الف مره اگر بگد الهی العف فایده ای نداره. اما اگر بیاید و اظهار بکند حقی را که کتمان کرده است، این می شود توبه. این همون داستانیست که شما شنیده اید، در کتاب های امام هست که امیر علیه السلام در ضربت خوردن خلیفه دوم که تو بستر مرگ بود، امیر علیه السلام از او عیادت کردند و در عیادت به او گفتن که تو دیگه مشرف بر آخرتی و بیا و توبه کن از آن چه که کرده ای، بیا اعلام کن حق با علی بود، با دنبال ریاستی بودیم، ریاستت هم که کردی، بیا اعلام کن و خودت رو از آتش جهنم نجات بده. این مفاد همین آیه است که خوندی، الا الذين تابوا و اصلحوا. یه اعلام کن حق با علی بود، ما هوای نفس رو فریب داد، ما گول خوردیم، بابت ریاست دنیا آمدیم، حق علی رو ضایع کرد. یا ایها الناس اعلموا ان الحق مع علی. فرمودن بیا اینا اعلام کن. یه فکری کرد، گفت اگر اعلام کنم دیگه عذاب ندارم. گفتن نه، اگر اعلام کردی عذابی نداری. گفت و فاطمه، سوال کرد، گفت داستان زهرا چه میشد؟ خود ملعونش میدانست که با فاطمه زهرا چه کرده است و لذا گفت خیلی خوب علی، از بابت تو کار حل می شود، از بابت زهرا کار ما چه می شود؟ زهرا رو چی کارش کنم؟ فردای قیامت من به زهرا ظلم کردم، زهرا خصم من است در قیامت. خب شما میام اینو اعلام میکنم، شما کاری بو نداری، زهرا که دست سرم ور نمیداره، نتیجه تابه اخص مقدمت اینه. البته اون قده، بله من به زبان علمی میگم، اون که این حرفا رو نمیفهمه، ولذا فایده ای ندارد برا من این توبه، چون زهرام که خصم من باشد من میرم جهنم. حضرت فرمودند رضایت فاطمه را من برات میگیرم، یعنی در روز قیامت علیه که رضایت سیدت نساء العالمین رو بگیرم بذارم رو پرونده. وقتی رضایت زهرا بیاد رو پرونده دیگه تمام از کارت. که یه فکری کردید، بله دیگه اگر علی ازش رضایت بدهد و زهرام رضایت بدهد نجات پیدا میکند. اما آری را برای خود خریده است الی یوم القیامه.
که اینا دنبال دنیا و ریاست و هوای نفس بودند. و لذا جواب امیر علیه السلام و السلام رو ملعون ازل و ابد داد که النار ولل آر. گفت من آتش جهنم رو به جان می خرم، اما این آر را، این ننگ را که تمام دنیا بفهمند که ما به دنبال ریاست دنیا بودیم قبول نمی کنم. علی ای حال این آیه را خوندم برادون، انداختمش به امشب که این چند تا روایت توبه رو برای شما بخونم و دوستان را ارجاع میدم بقیه روایاتش را خودشون ملاحظه بفرماین. فکر کنم دیگه کفایت از وقتمونم گذشت. و صلی الله علی محمد و آله.